آشنایی با گجت ها. در این بخش از آموزش ویندوز 7 میخواییم با گجت مربوط به ویندوز مدیا سنتر بیشتر آشنا بشیم. در اینجا همطور که میبینین گجت مربوط به ویندوز مدیا سنتر در این قسمت قرار داره و من با دابل کلیک کردن اون رو وارد دسکتاپ خودم میکنم. به این صورت همطور که میبینیم گجت ویندوز مدیا سنتر در دسکتاپ من قرار میگیره. این کادر رو میبندم و بعد گجت رو به این قسمت هدایت میکنم تا بهتر نمایش داده بشه. در کنار کادر مربوط به گجت در اینجا سه آیکون کلوز، آپشنز و درگ وجود داره که میتونیم هر کدوم از اونها رو استفاده بکنیم. برای آپشنز در اینجا من کلیک میکنم و همونطور که میبینیم در این قسمت برای ما مواردی قرار داده شده که میتونیم از اونها استفاده بکنیم. که در این قسمت میتونیم چیزی که میخوایم نمایش بده رو میتونیم مشخص بکنیم که آیا ضبط از تلویزیون بوده اون برنامه و میتونیم تعداد رکوردها رو مشخص کنیم که حداقل چه تعداد رکوردی وجود داشته باشه و همچنین در مورد تلویزیون اینترنتی هم میتونیم تعداد نمایش‌ها رو بر تعداد کانال‌ها در اینجا مشخص کنیم که به چه تعداد باشه و همچنین زمان گذار بین اونها رو میتونیم مشخص کنیم که هر چند ثانیه باشه که میتونیم از اینجا تنظیمات رو انجام بدیم. از طرفی در داخل خود کادر هم برای ما عنوان‌های میوزیک، پیکچرز، میوزیک پلاس پیکچرز وجود داره که میتونیم یکی از اونها رو انتخاب کنیم که به این صورت وارد مدیای مربوط به پخش موسیقی، پخش عکس و همچنین موسیقی و عکس میشیم و میتونیم از اون استفاده بکنیم. همچنین با انتخاب آیکون مربوط به ویندوز مدیا سنتر که در اینجا وجود داره میتونیم به این صورت وارد محیط اصلی ویندوز مدیا سنتر بشیم و از این قسمت تنظیمات رو انجام بدیم و هر موردی که مد نظرمون بود رو میتونیم انتخاب کنیم تا کار با اون رو شروع بکنیم. که همونطور که ملاحظه میفرمایید اگر من این مورد رو انتخاب کنم برای اینکه بخوام ادامه بدم کارو برای کانتینیو کافی که کلیک کنم و مسیر رو ادامه بدم. همچنین اگر بخوام موزیک رو انتخاب کنم میتونم با کلیک بر روی اون به این صورت پنجره مربوط و کادر مربوط به اون به این صورت بر من باز بشه و کافیه که کانتینیو در اینجا انتخاب کنم و همچنین موارد دیگه. با کلیک راست بر روی این گجت میتونم با انتخاب اد گجت گجت دیگه رو انتخاب کنم. با انتخاب موو میتونم گجت مدیا رو در اینجا جابجا کنم. آلویز آن تاپ میتونم در صورتی که گجت های دیگه وجود داشته باشه همه اونها رو طوری چیدمان کنم که در اینجا گجت مربوط به مدیا در بالاترین نقطه قرار بگیره. با انتخاب اوپاسیتی میتونم وضوح مربوط به این گجت رو در اینجا تغییر بدم. به عنوان مثال اگه برای 40% قرار بدم میبینیم که کمی وضوح اون کمتر میشه و وقت نشانگر ماوس رو روی اون قرار بدم برای ما وضوحش بیشتر میشه. همچنین با انتخاب آپشنز مجددا به پنل مربوط به آپشنز هدایت میشم و همچنین با انتخاب کلوز گجت میتونم این گجت رو در اینجا ببندم و اون رو از دسکتاپ خودم حذف بکنم. به این ترتیب در این بخش با گجت مربوط به ویندوز مدیا سنتر آشنا شدیم و دیدیم که با قرار دادن اون در دسکتاپ خودم میتونیم سریعتر به بخش‌های مثل موزیک و تصویر دسترسی داشته باشیم.